درود بر شما، خوش اومدید به جلسه چهارم دوره تحلیل تکنیکال. تو این جلسه همونطور که پیشتر بهتون قول داده بودم در مورد حجم صحبت میکنیم، در مورد کانال و در مورد پرش و شکست از سطوح مهممون با هم دیگه صحبت میکنیم. بدون مقدمه اضافی بریم سراغ آموزش های این درس. خب حجم یا ولوم یا والیوم در واقع میزان معاملاتیه که توی اون بازه زمانی اون کندل داره اتفاق میافته. حجم پس میزان معاملاته. پس هرچی این میلای پایین رو نگاه بکنیم، میلای پایین نمودار، اینا حجمن. هرچی بیاد بالاتر یعنی معاملات توی اون سطوح بالاتر بوده. حالا حجم یا حجم معاملات یا میزان معاملات به چه درد ما میخوره؟ بریم روی نمودار تا بهتون بگم. ما اینجا یک سری میله حجم داریم پایین صفحه که میبینیم مشخص شده. اگر هم نبود میتونیم از قسمت اندیکاتورها اینجا بزنیم والیوم و روش که کلیک بکنید براتون میاره. این حجما متفاوتن. خب بهتون گفتم که این حجمی که این پایین میخوره حجمیه، تعداد معاملاتیه که مربوط به هر کندله. بذارید من یه زوم کنم. مثلا اینجا یه خط عمودی هم بذارید بکشم که دیگه کامل بشه. مثلا این کندل سبز رنگ این بالا توی بازه قیمتی مثلا 975,000 تا 995,000 میبینیم که یه بازه قیمتی ما داریم که خب شکل کندلش داره به ما نشون میده اینو، و پایینش یه حجمی داریم. توی این بازه قیمتی میزان معاملات یورو به دلار انقدر بوده که داریم اینجا میبینیم. میزان معاملاتمون انقدر بوده و از لحاظ اندازه حجم هم داریم میبینیم، نه از لحاظ قیمت حجم دیگه. قیمت حجم رو جداگونه ما باید بهش بپردازیم که بهتون خواهم گفت. و یه نکته وجود داره، جاهایی که حجمای زیاد میخوره. حالا این پس هر کندلی که میبینیم متناسب با اون یه میله اون پایین داره. مثلا اگر کندل ما قرمز رنگ باشه میلش قرمز میشه، اصلا کاری نداره که، یعنی حجم منفی که نداریم که، میله رنگش متناسب با رنگ اون کندل هست. خب حالا یه نگاه بندازیم ببینیم ما یه سری پیوت داریم دیگه. اینجا یه محدوده پیوتمونه. بذارید من همین خط عمودی رو بیارم اینجا. پیوت هم یه نقطه نیست دیگه، چند تا نقطه است. حالا من یه ذره زوم کنم، این یه پیوته، این محدودم یه پیوتمونه، و بعد اینجا هم که داره تغییر شکل پیدا میکنه اینجا ها هم یه پیوت هست. نگاه بکنید جایی که پیوت شکل میگیره معمولا نسبت به قبل یا بعد خودش بیشتر نسبت به قبل خودش حجم معاملات افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون خیلی ها تصفیه میکنن، یعنی معامله باز بوده اینجا دیگه تصفیه میکنن، یا یه سری معامله باز کردن اینجا تصفیه میکنن و معاملات اینجا تمام میشه، تکلیفش معلوم میشه معمولا، یا یه سری معامله باز میکنن سمت فروش، همه اینها توی حجم نشون میده خودش رو. پس جایی که پیوت باشه معمولا حجم قله میزنه، ولی این وحی منزل نیست. حالا اینجا میبینیم اومده پایین، اینجا که میخواد تغییر شکل پیدا بکنه بره بالا، یعنی این ناحیه، بذارید من به شکل ناحیه اینو نشون بدم که این ناحیه که اینجا داریم میبینیم کاهش پیدا کرده، روی این ناحیه دوباره ما افزایش داریم. حالا چرا من ناحیه در نظر گرفتم و نقطه در نظر نگرفتم؟ چون حجم معمولا روی ناحیه اعمال میشه نه روی یک کندل به خصوص. پس این ناحیه رو که میبینیم، میبینیم که ناگهانی حجم زیادی رو داره به خودش میبینی، یعنی معاملات کاهشیمون بسته شده، معاملات جدید داره شکل میگیره و برای همین حجم معاملات توی این محدوده ها بیشتره. و بعدش هم میبینیم روند افزایشی و حجم معاملات کمتر شده. ممکنه براتون سوال پیش بیاد، مگه ما نگفتیم با عرضه و تقاضا قیمت افزایش پیدا میکنه؟ پس چرا زمانی که اینجا معاملاتمون داره کم میشه قیمت همچنان داره افزایش پیدا میکنه؟ ببینید ما گفتیم عرضه و تقاضا، و این عرضه و تقاضا اون نقطه‌ای که به دست میده در واقع رضایت طرفین هست، یعنی زمانی که تقاضا کننده حاضر با این قیمت بخره، عرضه کننده هم حاضر با این قیمت بفروشه، این میشه جایی که در واقع توافق شکل میگیره. خیلی وقتا حجم، البته خیلی توی بازارها حجم تأثیر داره، یعنی هر وقتی که روند افزایشی داره شدت میگیره حجم هم با اون شدت میگیره و افزایش پیدا میکنه، نمیتونیم بگیم دخیل نیست. ولی جایی که میبینیم حجم کمتر میشه ولی قیمت داره تغییر میکنه و میره بالا، باید بدونیم که خریدار و فروشنده اینجا با وجودی که تعدادشون کمتره ولی روی مثلا قیمت بالاتری دارن توافق میکنن و معامله رو انجام میدن. معامله وقتی جوش بخوره این کندل شکلش مشخص میشه. در واقع داستانش اینه، یعنی اگه براتون ابهام به وجود اومد چنین چیزی رو ما میتونیم در نظر بگیریم. خب این از حجم و کانال. وقتی قیمت میان دو خط موازی
موازی پایستگی و پشتیبانی نوسان کند، کانال به وجود می آید. در واقع کانال خط روند است که یک خط موازی با آن رسم می شود و تشکیل یک کانال را می دهد. از کانال نیز می توان به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده کرد، بدین صورت که در کف کانال به دنبال معاملات خرید و در سقف آن به دنبال معاملات فروش هستیم. این تکنیک معاملشه. ولی بذارید بریم روی نمودارمون، خطوط اضافی رو حذف کنم. مثلا اینجا من اگر که بیام یه خط روند بکشم، گفتیم خط روند توی روند کاشو معمولا بالا میکشم، یه چیزی موازی همین، برای اینکه موازی این بکشم کلید کنترل رو نگه میدارم، روی اون کلیک میکنم و عینن همون رو با همون صفات بهم میده و میتونم جابجاش بکنم. کلیکم رو اینجا برمیدارم، دو تا خط موازی داریم، به این میگن کانال. دوستان به این میگن کانال، یعنی وقتی که یه خطی داریم که داره نقش پایستگی یا پشتیبانی، در حالت اولمون این خط بالاییه، داره چی رو انجام میده؟ بذارید رنگش رو عوض بکنم، قرمز رنگش میکنم، این پایینی هم سبز رنگش میکنم. زمانی که این خط قرمز رنگمون داره پایستگی میکنه، پایداری میکنه جلوی قیمت و نمیذاره قیمت بره بالا و قیمت هر بار که با اون برخورد میکنه میاد پایین، اگر ما بتونیم موازی اون، اگر بتونیم، خیلی وقتا نمیتونیم، اگر بتونیم موازی اون یه خطی پایین ترسیم بکنیم که اون خط هم نقش پشتیبانی یا حمایت رو برامون بازی بکنه، اون وقت ما یک کانال داریم. در چنین حالتی ما یک کانال داریم و این ابزار کانال چه کمکی به ما میکنه؟ این ابزار کانال به ما کمک میکنه که بتونیم معامله بکنیم. یعنی چی؟ یعنی تو سقف کانال که برخورد کردیم موقع پایین اومدن، مثلا اینجا، این اول تو سقف کانال یه برخوردی صورت میگیره، موقع پایین اومدن معامله سل میگیریم، معامله فروش. تا کجا؟ تا زمانی که به کف یه برخوردی داشته باشیم. این برخورد دوستان الزاماً برخورد نیست دیگه، دقت بکنید من وقتی راجع به خط صحبت میکنم منظورم یه محدوده ای هست. یعنی ببینید، چون این خط رو شما میتونید نازکش بکنی، میتونیم اینو کلوفتش بکنیم و درستش هم اینه که اینو کلوفت در نظر بگیریم و هر چه کلوفتر در نظر بگیریم البته دقتمون میاد پایین، ولی ناچاریم. چرا؟ چون محدوده هست. در واقع این یه خط نیست، توی بازار واقعی خطی وجود نداره. شما موقعی که میخوای بری سوپرمارکت خرید کنی، موقعی که میخوای بری صرافی دلار بخری، خط وجود نداره که. این خطا پس محدودن. خط تو ذهن ماست که میگیم آقا دیگه بیشتر از این قیمت الان نمیصرفه دیگه، باید بیاد قیمتش پایین، نمیخری اینجا که بیاد، تو ذهنمونه. حالا برای یکی یه ذره پایینتر، برای یکی یه ذره بالاتر، برای همینم هم میشه محدوده. پس اینجا ما میبینیم که یه کانال داریم، اینجا وارد معامله فروش میشیم. تا کجا؟ تا زمانی که برخورد بکنیم به کف کانال. چقدر بهمون سود میده؟ از اینجا مثلا اگر بخوایم وارد بشیم تا این کف، بهمون 6% 7% سود میده. اینجا بهمون سود میده. و بعد چی؟ بعد که دوباره میبینیم این کانال از پایین برخوردی داشت و داره میره بالا، میتونیم طرف خرید وارد معامله بشیم. تا کجا؟ تا سقف کانال. دوباره همینطور طرف فروش. تا کجا؟ تا کف کانال. بچه‌ها وقتی میگم روند رو بشناسین، ببینید الان این کانال ما کانال کاهشیه، یعنی من اگه دوباره ابزار پیکانم بذارم دیگه البته مشخصه دیگه، ولی نگاه بکنید کاهشیه کامل، داره میاد پایین. وقتی داره میاد پایین، بهترین حالت معامله، معامله در جهت رونده. درسته که ما یک کانال تمیز داریم، ولی معامله در جهت روند خوبه. یعنی اینجا داره میاد پایین وارد معامله میشیم، تا کف کانال داره میره بالا کاری بهش نداریم، دوباره خواست بیاد پایین وارد معامله میشیم تا کف کانال. سود این حرفی که دارم بهتون میزنم در چیه؟ در یه جایی مثل اینجاست. ببینید اینجا یه کاهشی اتفاق افتاده و ما میخوایم وارد معامله بشیم. چون روند کلیمون کاهشیه، حتی اگر این میاد پایین دوباره بخواد برخورد بکنه به سقف کانال، ما هنوز تو سودیم، یعنی ضرر نمیکنیم. یعنی نگاه بکنید ما اینجا هم که وارد معامله بشیم، میاد پایین قیمت، دوباره شروع میکنه بره بالا و اینجا به سقف کانالم که میخوره هنوز ما 71% تو سودیم و دوباره که شروع میکنه بره پایین، اینجا دوباره 6.5% بهمون سود میده. خوبیه در جهت روند معامله کردن به ویژه توی کانال اینه که حتی اگر مثلا اینجا داره میره پایین، یه همون صرفش بیاد بالا بخواد برخورد بکنه به سقف کانال، شما بازم تو ضرر نرفتین، ولی برعکسش صادق نیست. یعنی اگر یه چنین حالتی مثلا اینجا شما وارد معامله خرید میشین، بعد این دوباره میاد پایین میخوره به کف کانال، شما تو ضرر رفتین. چرا؟ ببینین، حالا این البته مثال خوبی نیست، ولی برای اینکه مفهومو برسونم دارم بهتون عرض میکنم. از اینجا وقتی که شما میاد بالا 1% سود، دوباره میاد پایین، منفی شد سودتون. ولی درسته که بعدن حالا اینجا بهمون سود داده، ولی به هر حال یه بازه زمانی منفی رو طی میکنیم تا زمانی که کانال بشکنه. پس کانال خوبیش اینه که ما میتونیم در جهت کانال، در جهت روند معامله بکنیم
و با سقف و کف کانال سود بگیریم. قوانین شکستش رو هم تو همین جلسه در ادامه بهتون میگم. انواع کانالمون هم که کانال افزایشی خونسا کاهشی هست و این یک کانال افزایشی مثلا، یک کانال کاهشی که ما نمونهش رو دیدیم با هم دیگه، یک کانال خونسا. کانالای خونسا خوبیشون اینه که شما در هر دو جهت ریسک معاملتون یکسانه، یعنی میتونید وارد معامله بشید، مشکلی نیست از این بابت. حالا بریم سراغ پرش. پرش یعنی چی؟ یعنی که قیمت، بذارید بخونم از روی استاد. یکی از روش‌های معامله سطوح پایستگی و پشتیبانی استفاده از پرش است. زمانی که قیمت نتواند خط روند یا سطح مورد نظر را رد کند، با آن واکنش نشان دهد، میتوان از آنها به عنوان محدوده ورود به معامله استفاده کرد. برخورد میکنه، برمیگرده، میشه پرش. حد ضرر اون کجاست؟ به این صورت. سطحمون چیه؟ سطح پشتیبانی اینجاست. اومده قیمت پایین. حد ضررمون رو یه ذره میذاریم پایین تر، نقطه ورودمون میشه این بالاتر، اینجا میشه نقطه ورودم. از همون کف کف نمیان. چرا؟ چون میخوایم مطمئن بشیم که حرکت داره برمیگرده. یا توی خط روند، این خط روند یا سقف کانال فرض بکنین، ما اینجا برخورد داشتیم به سقف کانال، اومده یه ذره پایین تر، نقطه ورودمون همون یه ذره پایین تره، حد سودمون رو اون پایین میذاریم، که حالا بهتون میگم چجوری در میاریم، توی جلسات بعدی بهتون میگم حد سود چجوری تشخیص داده میشه، ولی حد ضرر رو میذاریم روی خود خط. توی چنین حالتی که خط روندمون شیب داره، حد ضررمون خود خط هست دوستان. توی حالتی که سطحمون سطح افقی هست، حد ضررمون میشه پایینتر یا بالاتر اون خط، بسته به نوع معاملمون. شکست یا بریک. شکست دو تا حالت داره، یه روش تهاجمی، یه روش محافظه کارانه. شکست اون جایی که خط میشکنه، یه جایی هم شکست جعلی داریم. حالا معامله با شکست رو بذارید واردش نشیم، بریم خود شکست رو اول با هم دیگه تبیین کنیم. مثلا همین خط. آها، یه نکته در مورد کانال بگم. من دو تا خط رو حذف میکنم. ما از اینجا میتونیم پارالل چنل رو بیاریم و وقتی که اینجا ترسیم بکنیم خودش یه خطی بهمون میده. خوبش اینه که یه میدل لاین، یه خط میانی هم بهمون میده. خط میانی جاییه که میتونیم ریسک فری کنیم، میتونیم عملیات نجات سود رو انجام بدیم که در آینده بهتون توضیح میدم، ولی مختصرش اینه. مثلا اینجا قیمت رو ما اینجا وارد معامله فروش میشیم، قیمت میاد پایین، اینجا میرسیم به یه سودی. مثلا فرض بکنید که بذارید مثلا چرا ببینیم اینجا چقدر سود میکنیم. میبینیم که اینجا مثلا 2.5% سود کردیم. این 2.5% سودمون رو از معامله خارج میکنیم، سودمون رو میکشیم بیرون، دوباره با اصل پولمون ادامه میدیم که ریسکمون کم بشه. اینجوری بهش میگن نجات سود یا ریسک فری. خب شکست ها چه جوری هستند دوستان؟ شکست ها چند حالت دارن. یه مدل هست، شکست اتفاق میفته، میره بالا، برمیگرده روی خط، پول بک میزنه، دوباره میره بالا. این میشه حالت پول بک یا بوسه خدافظی، میره بالا، برمیگرده و دوباره به شکستش ادامه میده. در واقع میره بیرون، دلش تنگ میشه، میاد یه بوسه خدافظی رو میزنه بر خط و میره ادامه میده به روندش. این میشه یکی از حالتهای شکستمون. یکی دیگه از حالتهای شکستمون اینه که شکستمون قاطعانه اتفاق میفته. معمولا پول بکدار زیادتر هست، ولی بذارید ببینیم قاطعانه چی داریم. مثلا اینجا هم بازی پول بک داریم. ببینید پول بک ها رو من بهتون نشون بدم. مثلا چی؟ مثلا اینجا یه خط افقی که من میخوام بکشم، که اینجا یه برخورد، اینجا یه برخورد، اینجا هم گفتیم محدوده ای اگه در نظر بگیریم خوبه، اینجا هم یه برخورد میتونیم در نظر بگیریم. حالا من یه ذره اینو ببرم بالاتر، قیمت اومده پایین، پول بک زده، دوباره ادامه داد. بوسه خدافظی یا پول بک رو زیاد میتونیم ببینیم، توی تمریناتتون هم حتما انجام بدید. یا مثلا بذارید اینجا رو ببینیم. آره این چیز خوبیه، مثال تقریبا خوبیه برام. این خط رو نگاه بکنید، اینجا چند تا برخورد، حالا با ارفاق یه ذره من ببرش بالاتر، دوباره میاد پایین، به محدود نزدیک میشه واکنش نشون میده، میاد پایین، به محدود نزدیک میشه واکنش نشون میده، میاد پایین، به محدود نزدیک میشه واکنش هم بهش نشون میده، کندلا چند تا برخورد دارن، ولی یهو رد میکنه میره بالا. تو چنین حالتی ما پول بک نداریم. از کجا میفهمیم پول بک داریم؟ از اونجایی که این شدت این کندله خیلی زیاده نسبت به کندلای قبل خودش، خیلی زیاده. در حالی که اینجا میبینیم که مثلا این شکستی که اتفاق افتاده شدت کندله زیاد نیست، پس انتظار پول بک رو داریم. پول بک یا بوسه خدافظی خوبیش اینه که ما وقتی به بوسه خدافظی میرسیم، مثلا میدونیم که روند عوض شده، میخواد بیاد کاهشی بشه، میاد بوسه خدافظی انجام میده. همین که بوسه خدافظی شکل گرفت، ما معامله فروشمون رو باز میکنیم،
یه سودی اینجا میگیریم، دوباره میخواد بیاد برخورد بکنه، اینجا دیگه بورس خدافظی محسوب نمیشه، اینجا خط پایستگی دیگه محسوب میشه و بعد دوباره ما معاملمون رو انجام میدیم که بریم سراغ معاملاتمون و ببینیم به چه صورت خواهد بود. اگر یه سطح پشتیبانی داشته باشیم و قیمت از بالا بیاد بهش برخورد کنه، بره بالا، یکم بره بالا و بیاد خط رو بشکنه بره پایین، جایی که ما دیگه مطمئن میشیم خط رو شکسته نقطه ورودمونه و حد ضررمون میشه این حرکتی که قبلا داشته، حرکت کوچیکا، در واقع پیوت ماژور نیست، پیوت مینوره، شاید نسبت به پیوت های مینور قبلیمون هم مینورتره، یعنی نوک کندلا رو حتی ما میتونیم اینجا در نظر بگیریم و حد سودمون هم که بعدا یاد میگیریم چطوری مشخص کنیم. برعکسش هم همینطوره، سطح پایستگی میاد اینجا شکسته میشه و حد ضررمون پایین‌تر، نقطه ورودمون جایی که مطمئن شدیم و بعد ادامه میدیم. فرق این دوتا با هم زیاده ها، نگاه بکنید این سطح حمایت یه بار انجام میده میره بالاتر دوباره میاد میشکنه، این سطح مقاومت و برعکسش هم صادقه، برعکسش هم هست، بذارید برعکسش من بکشم که گیج نشیم. مثلا همین خط رو که داریم نگاه بکنید، گفتیم قیمت بیاد اینجوری برخورد بکنه بره بالا بیاد پایین و ما اینجا میذاریم حد ضرر، اینجا رو میذاریم نقطه ورود. یا یه حالت دیگه اینه که برعکسش، قیمت میخواد بیاد بالا، اینجا برخورد میکنه میاد پایین دوباره میره بالا، ما اینجا رو در واقع میذاریم حد ضرر، اینجا نقطه ورودمون و حد سودمون بالاتر. اینا دو حالته و حالت بعدی هم این یکیه که اصلا بیرون خط اتفاق میفته. بریم روی نمودار ببینیم تفاوتاشو، من براشم رو رنگش رو عوض بکنم. ببینید این یکی میاد بالا، میاد بوسه خدافظی میزنه دوباره میره، بعد از بوسه خدافظی ما وارد معامله میشیم. یا عکسش هم اینجوریه که میاد پایین، میاد بوسه خدافظی میزنه، بعد از بوسه خدافظی وارد میشیم. تفاوت هست بین اینا، این یکی اومده برخورد کرده زیر خط و بعد خط رو شکسته رفته بالا، این یکی بوسه خدافظی بوده. یه حالت دیگه هم که خیلی بیشتر میبینیم اینه که مثلا بیاد اینجا برخورد کنه، درگیر بشه، بره بالا، بیاد بوسه خدافظی بزنه بعد بره. این هم هست یا برعکسش هم هست، بیاد برخورد بکنه بره بالا، دوباره بیاد درگیر بشه، بیاد بوسه خدافظی بزنه بره. تو چنین حالتی هم ما بوسه خدافظی رو ملاک یا پول بکمون رو ملاک معامله قرار میدیم، این برامون بسیار مهمتر از اون حالت قبلی. و این تصویر رو بچه ها حتما یه جا بنویسین، نقطه ورود و حد ضرر و ایناتون رو یه جا تو دفترشتون یادداشت بکنین که مهمه، خیلی باش کار داریم. این هم که صحبت کردیم در موردش، پول بک تاییدیه شکست، دیگه وقتی پول بک اتفاق میفته دیگه مطمئنیم شکست اتفاق میفته. یکی از حالتهای دیگه شکست هم که کندل قوی بود، اینم بنویسین تو جزواتون اگر میخواید بنویسید. خب تمرینامون، تمرین این جلسه، شناسایی و رسم انواع کاناله. یه 10 تا کانال مشخص بکنید، 3 تا خونسا، یه 3 4 تا افزایشی، 3 4 تا کاهشی. پول بک ها رو پیدا بکنید، خیلی مهمه، چند تا خط پایستگی پشتیبانی بکشید پول بک پیدا بکنید، اینا تمرینا رو بفرستید که مربیای ما چک بکنن و حتما بهتون بگن چطوره. معامله تمرینی پرش و شکست هم انجام بدین. بر چه اساس؟ بر همون اساسی که اینجا بهتون گفتیم، اینا که بهتون گفتیم، بر این اساس معامله تمرینی هم انجام بدین. با این توضیح میرسیم به پایان جلسه چهارم. توی جلسه بعدی در مورد شمها، الگوها بیشتر با هم صحبت میکنیم و مفاهیم رو بهتر یاد میگیریم. همونطور که دیدین مفاهیم همه به هم پیوستگی داره، ولی این پیوستگی که وجود داره در واقع تفکیک هم شده، یعنی هر مبحثی رو جداگونه شما میتونید در موردش بخونید و یاد بگیرید و مطالبش رو تمرین بکنید. حتما هم تمرین بکنید، حتما هم توی گروه حل تمرین باشید، خیلی بهتون کمک میکنه، اینو به تجربه دارم بهتون میگم. دوستتون دارم، توی جلسه بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.